دکتر کریم پاکزاد، پژوهشگر در مرکز مطالعات راهبردی فرانسه از شهر پاریس با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای پاکزاد. آیا کشورهای اروپایی به ویژه غرب اروپا تصمیم به اخراج مهاجران افغان به گونه اجباری دارند؟ نه، به هیچ وجه. من فکر میکنم چون این تعامل هیچ وقت در کشورهای اروپایی وجود نداشته که مهاجرین رو اجبارا از این کشورها اخراج بکنند، مگر در شرایطی که کسانی که میآیند به طور غیر قانونی داخل از این کشورها میشن، تقاضای پناهندگی میکنند و بعد از اینکه تمام مراحل قانونی بررسی دوسی از اینها تمام میشه، اگر اینها ثابت کرده نتوانند که واقعا اینها از نگاه های مختلف، از نگاه سیاسی، عقیدتی، قومی، مذهبی و غیره، واقعا اینها حق تقاضای پناهندگی دارند، اگر چنین حالتی نباشه، در اون صورت بله، در اون صورت به طور اجبار اینها را به کشورهایشان میفرستند. و این هم باز هم در شرایطی صورت میپذیره که شخص مذکور از امتیازاتی که دولت برش پیشنهاد میکنه، به طور مثال بلیت برگشت هواپیما یا طیاره به طور مجانی و همچنان پول تو جیبی که تا حد بد نیست به اصطلاح، اگر که تمام اینها رو قبول نکنه، مهاجری که رد شده تقاضای از او، اینا آره اجبارن. آقای پاکزاد، تعداد بسیار زیادی از پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی را شهروندان شهرهای کلان به ویژه شهر کابل تشکیل می دهد. حالا با توجه به این مسئله، مقام های اروپایی گفتند که مشکل مهاجران افغان بیشتر مشکل اقتصادی و بیکاری است و این شهروندان به ویژه در شهرهای کلان پایتخت با مشکل ناامنی و یا هم مشکل سیاسی روبرو نیستند. به همین خاطر بیشتر این مهاجران افغان واجد شرایط پذیرش به عنوان پناهجو در این کشورها نیستند. با توجه به این مسئله دیده میشه که این کشورها میخوان بخش زیادی از مهاجران افغان دوباره به کشور برگردانند. ببینید، سیاست کنونی اتحادیه اروپا و به خصوص آلمان که در او مهاجرین بیشتر وارد شدند، بیش از 1 میلیون مهاجر در سال گذشته، اینا در 3 جهت امروز عمل میکنند. در اول در مورد افغانستان، در مورد افغانستان در اروپا همه همین عقیده هستند که اکثریت قاطع کسانی که از افغانستان آمده اند و برخی از اینا افغانهایی هستند که از ایران یا پاکستان و کشورهای دیگر آمده اند و اینا در جستجوی یک زندگی مادی و اقتصادی بهتری هستند. خب این حق هر فرد و هر انسان است، ولی قانون پناهندگی سیاسی قانون جدا است. طبق چون قانونی هر کسی نمیتونه تقاضای پناهندگی بکنه، یعنی بین مهاجر و پناهنده ما تفاوت میگذاریم. در اروپا مهاجر کسی است که به خاطر امتیازات اقتصادی و یا اجبارهای اقتصادی در کشورهای خود ترک میکنن یا میآیند و اینا به هیچ وقت در گذشته هم به طور غیر قانونی وارد نمی شدن. مطابق با نیازهایی که یک کشور اروپایی در مورد وسیله کار یا کارگران یا تکنیسیان ها داشت، با کشورهای مختلف قرارداد بسته می کردن و این افراد از این کشورها می آمدن. ولی مسئله پناهندگی سیاسی کاملا چیز جدا است. من می دانم که در افغانستان بعض افرادی هست که توانایی یا به اصطلاح این ویژگی را دارند که به عیس یک پناهنده سیاسی در اروپا قلمداد شوند. ما حتی اطلاع داریم که حتی در خود کابل هم بعض از فعالین سیاسی یا مدنی اینا حتی ترور شدند به خاطر افکارشان یا نظراتشان و همچنین روزنامه نگارها در کابل به چنین اوضاعهای دچار شدند. اینها میتونند در کادر سیاسی قرار بگیرند و
دوستیه های از اینا به بسیار سادگی من فکر میکنم چی در آلمان، چی در فرانسه و چی در کشور دیگه مورد قبول قرار خواهد گرفت. ولی افغانایی که فقط به خاطر کار و به خاطر زندگی بهتر آمدن و توانایی از این رو ندارن که ثابت بکنن که نظر به عقاید سیاسی یا مذهبی خواهد، اینا در افغانستان مورد ظلم و ستم و بخصوص اینا نباید فراموش بکنیم که قاعدتاً چنین افراد مورد ظلم و جبر دولت‌های خود قرار می‌گیرند. بله. آقای پاکزاد، با توجه به این نکته اخیرتان می‌خوام که یک سوال دیگر هم از شما مطرح کنم. تنها در یک سال اخیر 150,000 پناهجو در کشور آلمان درخواست پناهندگی دادن، البته پناهجویان افغان. در جریان یک سال برخورد کشورهای اروپایی یا میزبان مهاجران افغان با مهاجران چگونه بوده و به چی میزان از پرونده پناهندگی این مهاجران پذیرش شده و چقدرش دوباره رد شده؟ اگر به گونه فیصدی آمار ارائه کنیم. امروز مهاجرین افغانی در اروپا در حدود 12% مهاجرین تمام مهاجرین تشکیل میدن، یعنی بیش از 1.5 میلیون مهاجره که در سال 2015 در اروپا آمدن در حدود 150,000 از این افغان تشکیل میدن، یعنی اقلیت هستن در میان مهاجری. ولی ویژگی کسانی که از افغانستان آمدن نسبت به طور مثال کسانی که از سوریه آمدن در این است که در افغانستان اینها اکثریت قاطع از اینها مورد ظلم و ستم سیاسی قرار ندارند. البته در افغانستان بی امنیتی وجود داره و این معنی که تمام مردم افغانستان از عدم امنیت رنج میبرند، ولی عامل اساسی که ما در اینجا به او برمیخوریم ایست که اکثریت این مهاجر این افغانی که یقیده زیادش هم جوان های تحصیل کرده تشکیل میتن علت کاملا اقتصادی داره، بر این معنی که چون دولت افغانستان قادر نشده از یک طرف امنیت برای مردم افغانستان تامین بکنه و از طرف دیگر اصلا یک پروژه بزرگ اقتصادی که توانایی ایجاد کار را برای این جوان ها بکنن، این جوان ها را به طرف مهاجرت سوق میدن. از همین لحاظ هم است که دولت آلمان در قدم اول و سایر کشورهای اروپایی سعی میکنن که کمک های به دولت افغانستان بکنن تا زمینه کار را در داخل افغانستان برای اینا فراهم بکنن، چون اینها اصلا ویژگی سیاسی ندارن، کاملا خصوصیت اقتصادی دارن یا امنیتی دارن. به طور مثال شما حتما متعلی هستین که وزیر داخلی آلمان پیشنهادات به دولت افغانستان نه تنها در زمینه ایجاد کار بلکه در زمینه پرورش و آموزش پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان داده، چون اینا میدانند که فقط این دو زمینه موجب میشه که جوانهای افغانستان کشور خود را ترک بکنن و تا اینجا بیان. حالا در افغانستان میگن اصلا ظرفیت ازی وجود نداره و یا هم اراده حکومت وحدت ملی نداره تا بتونه از چنین یک کمک های مالی کشورهای اروپایی بهره ببره، زمینه اشتغال برای شهروندانش مهیا بسازه. پس فکر میکنین که برای حل این مشکل، مشکل مهاجران افغان، با این شیوه باید برخورد شوه و یا راه حل در کشورهای اروپایی برایشان جستجو شوه؟ خیلی کوتاه. ببینید شما یک واقعیتی که امروز در جامعه اروپا بعد از موج عظیم پناهندگان که نه تنها از افغانستان، از عراق، از سوریه، از کشورهای آفریقایی، از لیبیا و غیره آمدن، بحران های بسیار عظیم اجتماعی و حتی سیاسی رو در این کشورها به وجود آورده تا حدی که ما ترس داریم که طرز زندگی و حتی همین تمدن دموکراتیک این کشورها را به خطر انداخته. امروز موجودیت این مهاجرین، گرچه جامعه اروپا از لحاظ اقتصادی قادر است اینا را هضم بکنه، ولی بحران های اجتماعی که به میان آورده این موجب تقویت بسیار شدید نیروهای راست افراطی و نجات پرست در تمام کشورهای اروپایی شده. من بتا شما یک مثال برای شما میتونم تا شنوندگان شما یا بینندگان شما کاملا به این معضله اجتماعی که اروپا به او دچار است به این آگاه شوند. در آلمان یک گروه حکی بسیار کوچک فاشیستی وجود دارد که اینا حتی 0.5% درصد آرای مردم را هم ندارند.
دو روز پیش رهبر این حزب پیشنهاد کرده که ما به پلیس آلمان حق بدیم که برای جلوگیری از ورود مهاجرین خارجی اینا از اسلحه خود کار بگیرند. میدانید که تای دو روز محبوبیت امین حزب فاشیستی به 13% در میان جامعه آلمان رسیده. این به معنی از این است که این روز یک بحران اجتماعی بزرگ را این موج پناهندگان در اروپا به وجود آورده که این منجر شاید فردا به این شود که در برخی از کشورهای اروپایی به طور مثال در فرانسه احتمال از این که در انتخابات سال آینده فاشیست ها نماینده حزب فاشیستی فرانسه به ریاست جمهوری فرانسه برسه وجود دارد. این مشکلات را که این موج پناهنده ها به وجود آورده در اروپا، اینو مهاجرینی که از کشورهای آسیایی شرق میانه و آفریقا میان اینا آگاهی ندارن و اصلا اهمیت هم به این نمیدن. اصلا موضوع اونا نیست. و آقای پاکزاد خیلی کوتاه بگوین، ظاهرا دیده میشه که وضع قوانین سخت گیرانه مهاجرت در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان هم نتونسته مانع مهاجرت خیلی گروهی شهروندان افغانستان به کشورهای اروپایی شود. پس فکر میکنین که کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، البته بیشترین میزبان آلمان است، با بحران پناهجویی چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا از گزینه اخراج اجباری کار خواهد گرفت و یا راه حل دیگر هم در این کشورها دیده میشه؟ چرا راه های مختلفی وجود دارد. در آغاز صحبت من عمل از افغانستان تا حد صحبت کردم، به این معنی که یک بخش از افغانهایی که به هیچ وجه قادر نیستند سیاسی بودن کیس یا دوستی خود را ثابت کنند، مسلماً وقتی که مراحل قانونی درخواست اینا رفع میشه اینا حتما به طور آبرومندانه به کشورهایشان برگردانده خواهد شد. در بخش دوم هایی که اکثریت پناهندگان یا مهاجرین تشکیل میدن مهاجرین سوریه است، در این زمینه اتحادیه اروپا با ترکیه که در تقریبا 2 میلیون مهاجر سوریایی را پناه میده، یا با اردن که در اون تقریبا 800,000 مهاجر سوریایی در اونجا است، کمک های زیادی در حدود 10 میلیارد دلار به اونا داده خواهد شد تا کامپ هایی که در اون کشورها هستند برای این مهاجرین امکانات کار، امکانات مسائل اجتماعی، صحی و غیره فراهم بکنند. سپاسگزارم. مشکل اساسی که فردا پیش روی ماست مشکل مهاجرین افریقایی است و این مهاجرین افریقایی ما پیش بینی میکنیم که تا آخر سال 2017 یعنی تا 2 سال آینده در حدود 3 میلیون مهاجر دیگه وارد اروپا شود و اینا امکان داره از شمال مدیترانه یعنی از لیبیا به وجود بیاد. از این لحاظ است که ما احتمالی از این که کشورهای اروپایی وارد جنگ و مبارزه علیه داعش در لیبیا شود تا یک نوسبات در لیبیا به وجود بیاد، تا لیبیا پل میان افریقا و اروپا به خاطر آمدن مهاجرین صورت نپذیرد. سپاسگزارم. دادهای زیادی در اروپا وجود دارد. بله. دکتر کریم پاکزاد، پژوهشگر در مرکز مطالعات راهبردی فرانسه، از حضورتان در برنامه.